شهر قشنگی است، مثلا قبرستانه شو میبینه آدم میگه دلش میشه بموره یک دفعه ببینید. اصلا اینجا بسیار مافیاهای خطرناک داره. پاریس میگه دو تا مهاجر مقبول در یک جای خلوت. دوستای عزیز سلام، انشالله که هر جای دنیا هستین خوب باشین و همه گیتون لباس عافیت وطن داشته باشین. باشین اول پدرم سلام ملکی کنه، باز میگم چرا خنده کردم. سلام برای کلگی دوستا، خدا کنه که کلگی دارای صحت کامل باشین هر جای دنیا که هستین. ما هم خوب هستیم، شما هم خوب باشین. زنده باشین. بخاطر از خنده کردم که به گفته دوست ما که پشت کمره است میگه دو تا مهاجر مقبول در یک جای خلوت استیشن و نمتو نشستین منتظر. ما البته آمد دو تیم تیمکی که باید بریم آمده در پشت سر استاد است. اقویق میگن برش تیم 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 تیمک دیگه بابا چی؟ خود ما شما یا مترو سکوی نه اقویق نه تیم تیمک سیسته نه تیم تیمک باز ایتو چیز نهی باشه تیم تیمک خود ترک باشه. خب دوستا ما در پاریس هستیم، میخواییم بریم یک کم دیگه هم بگردیم بعض جای دیگر هم ببینیم. یک چیزی که در پاریس بسیار زیاد به انسان یعنی خسته کن تمام میشه بیروباری است که هست، بسیار بیروبار است، بسیار زیاد هجوم مهاجرین بسیار زیاد است، یعنی از هر کشور و یک گدوادی است، یک بگیر نمان برو بزن بخی، هر کس تیر میشه هیچ معلوم نیست و یک دیگر اگه تیلا میکنه تیلا میکنه. خب معمولا در پایتخت های تمام کشورها بیروبار و بی‌نظمی نخواهیم، بیروبار مردم ازام زیاد است در هر کشوری که بریم، منطور یک نظم سیستم است. هیچ هم نظم سیستم داره، منطور حجم مهاجر سیاه و سفید و پشتون و افغان و نایف همام ایرانی و سودانی و لبنانی و تونسی و زمیار کشورها شه که در عربی و مغربی است و نام بیشتر هم اینجا هستن. به او دلیل است که یک ذره پاریس نظم خود از دست داده و الا شهر رویایی و دیدنی است. شهر قشنگی است، مثلا قبرستانه شو میبینه آدم میگه دلش میشه بموره یک دفعه ببینید چقدر قشنگه. به شما زیاد معلوم نمیشه ولی ما دوستای همیشه وقتی که میریم بیرون یا که پدرم میگم سعی که پدر یک قبرشون مقبول آدم دلش بموردن میشه. تو یک تیپ مقبول میتونم تو صلیب در بالاش میباشه. سنگای بسیار خوب بریم که روشن شد تیپ تیپک روشن شد. بخواستم بریم بشینیم باز عمو جی یک ذره قصه میکنم. بیا بریم ای خلوت هماس دو دیگه بریم. خب بیا دی دیگه بریم. چرا دیگه واز بود واز بشد را. خب دیگه بریم بالا بریم. بیایم ماسک ما هست ماسکم هست اینه همین جگاه خوبه. آره ایام داخله داخل تیم تیمک مرکز پاریس. ما از مرکز پاریس یک کمی دور آمدیم شب دور هستیم. خانه دوست ما که بودیم شب خیلی مهمان نوازی کرد، بیچاره 3-4 رقم غذا تهیه دیده بود، خودشم یک نفر دیگه ایران ماندادیم از کدام زودتر بگیریم کلش خوشمزه. دستش درد نکنه انشالله موفق باشن. دوستو خود قصه ما سرازی بود که بسیار بی نظمی داره. اینا تنها فکر نکنن که تنها در کشور ما یه قسمی یک گپ است به هیچ عنوان. اینا هم در کشورهایشان به اندازه خود اما تو جنجال دارن و گپا دارن و نمیفهمم گدایگر دارن و که به زور آدم ما کم میگیره که برش پیسه بده. یعنی از ما هم کسایی که فقیر هم بود حداقل یک غرور داشت دیگه برش که امی که میامد یک دفعه میگفت که پول داری یا نداری میگفت نه میرفت دیگه یا برش میدادی میرفت دیگه یا یک ساد دیگه استاد میشنم رایت گدایگر یک اپا خو معمول سال مردم های سوریه بیچاره اینجا آمدن و بسیار دستشون تنگ هستن، مثلا مردم عراق هستی هستن و دست به گدایی میزنن. اصلا اینجا بسیار مافیاهای خطرناک داره. پاریس بسیار باندهای خطرناک، مافیاهای خطرناک به سطح جهانی که دمی پاریس کلشون مرکزهایشون است و پلیس پاریس هم خیلی خشن کردشون
رفتار میکنه، دنبالشون هم هست، زیادترشون هم گیر میکنه. دیروز دیدی موتره پلیس قطار بود نه؟ دیروز رو انتقال میداد. CAS یعنی تو یک چیز نوشته بود. پلیس های مخصوص است که به خاطر همین بانده قاچاقی است. دیگه مافیا در کل جهان، در کل کره زمین فعال است، تنها اینجا نیست. و همین بچگک‌هایی که کیسه بری میکنن و جیبای مردم رو میزنن، اینا کلش زیر دست بانده هستن که کار میکنن. دیگه تنها در یک پاریس نیست، بلکه در کل دنیا فعلا این همین رواج است که فرق میکنه. در جمسان در افغانستان باندهاش کلش زامبی هستن، خطرناک. باندهاش کلش زامبی هست؟ آه، یعنی دیگه هیچ هم نمیکنه، آدم خور هستن، فقط که دیدید میخورید. قاچاق انسان مثلا سعی که کلش باند هستن است. ما هم یه آدم کشای من با آدم یعنی مثل زامبی هستن. از یاد اقل میگیره باز یک دست تم میبره، یک ناخونه تم میبره، یک پنجه تم میبره، باز دست تایی جمع میبره، باز این رقمی واک گرفت جا به جای میگیره، حلالت میکنه، رایی میکنه، خانت میگه پیسه میتی. آنه گفای خشن میزنی یار، خودت بچشم دیدی یا انجام دادی خدای نخواسته. تصورش آمد ببخشید گپ را به او گپای چیز افتید خسته نشین. خدا دور داشته باشه کلاگیر عزیز. فکرتان دیگه از این موضوعات از دیگات دیگه ما ادامه سفر خودم میتیم. میرم به طرف پاریس. از جان برنامه خوب بتانیم براتون تهیه کنیم و نشر کنیم تا شما دوستان بیننده باشین و ما را تعقیب کنیم. بله دوستان، البته اینجا شاید دایی استیشن و شاید بختر زکی یکی از روزای رخصتی است، یکم ذره بیروبار کم است. در غیر از او دیگه برنامه پر می باشه. مثلا دیروز هیچ جای پای نبود و تیله میکردن یک دیگر، یک قصر اصلا مرا میرفت که دیگه ای دیگه یعنی چی؟ دیروز یک موضوع دیگه بود که هوا آفتابی بود، بسیار خوب بود، گرچه شمال هم بود، شمال بسیار تیله کار بود، کم بود که پایین بختم دیگه. به هر صورتش دوستا خیلی تشکر از اینکه ما را تعقیب میکنین. البته شاید از هر بخش دیگه شما ببینین، دوستانه باشه، خواهرخوانده ها باشن یا شاید فامیلیا باشن، ولی از ما پدرانه و دخترانه هست که میگردیم میبینیم و برای شما دوستا هم شریک میسازیم. تشکر بازم از همگیتان، از اینکه برنامه مقبول همکارای خوب ما در کابل هم میبینین و اگه همکارای خوب ما در کابل هم مرا میبینن سلام برشان برسه. انشالله همگیتان خوب باشین، مخصوصا صابره جان قند که چقدر برنامه خوب برای شما تقدیم میکنه. بر صورتش منتظر برنامه دیگه هم باشین. صابره جان گفتی، صابره جان هر دفعه یاد میکنه هی فرزانه جان یادت بخیره. فرزانه جان مگه ما بابه کسا کشتیم که یک دفعه مرا یاد نمیکنه؟ نه، مرا دوست داشت، مرا دوست داشت، به مو خاطر این رقم مرا یاد میکنه دیگه. بولانی هم میخوره با هی فرزانه جان، اگه چوری هم بنده هی فرزانه جان. من خود چوری همیشه هم انداختم، مدام یار برنامه همیشه چوری منداختم. باز بعد از او یک روز که تیر میشد دلم تنگ میشد، کلش پس میدم میکردم، باز پس غال مغال کلیک سرم هم برامد که چرا چوری مندازی که پس چوری ها رو مشکنانی. خود دل آدم تنگ میشه دیگه، گرمی هم بود، در گرمی ها چوری که در دست بچسبه تفت میکنه بخی. آفرینتون، چی یک چهار تا چیزا بگید در دست پرتو که چی مانا شده؟ شما هم تو که ساعت مندازین ما چوری مندازین؟ چیز اصلا دم بعدم بید. نه نه آوردی از کابل یعنی حالا سه تا پش ده پش من دفتی داریم هستم یا الان به خدا انگشتر دیگه. انگشتر ساعت تسبیح از این لاکت ها از اینا فقط همی یک روز دو روز نگاه کنم بعد از اون دلم تنگ میشه. دنواری در کابل نایده بودی؟ دنواریم شش هفت ساعت هم تو افتاده بوده بین یک به من میدادی به من برو بگیریش کلش از تو. تشکر دوستا، تا برنامه های بعد شما رو به خداوند میسپاریم. من فقط گفتیم که بفهمین که فقط وطن ما پایتختش یا اینش گله نداره، بلکه کل کشور را پایتختش نمیتو بیرو بار است و نمیتو گدوادی داره. تشکر، خداحافظ.